تمیم آسی به احمد مسعود. آدرس تاجک ها احمد مسعود نیست. به نام خدا و با درود سلام به کانال ادلا رسانی ما خوش آمدین. مشروع خبرها. تمیم آسی در صفحه رسمی تویتر خود چنین می نویسد: احمد مسعود آدرس تاجک ها نیست. باقر محقق آدرس هزاره ها نیست. باطر دوستم آدرس ازبک ها نیست. ظاهر قدیر آدرس پشتون ها نیست. به همین ترتیب هیچ شهزاده و نسل دو و سه مقاومت آدرس هیچ قوم شریف و بزرگان افغانستان نیست. هیچ کسی قباله نمایندگی از این آن قوم و سمت افغانستان را ندارد. شهزاده های نسل دو و سه جهاد و مقاومت نمایندگی از هیچ قوم بزرگ و حتی از ولایت های خود هم کردن نمی توانند. شاید نماینده خانواده خود باشند، اما از ولایت، قوم و افغانستان نمایندگی کردن نمی توانند. آدرس مردم افغانستان، بچه غریب افغانستان است. نسل جدید افغانستان شهزاده پرست نیست. این در حالی است که اطلاعات روز در صفحه رسمی خود چنین می نویسد: بر کوچ دیگر در راغستان بدخشان 5 نفر زخمی و 1 کودک ناپدید است. منابع محلی در ولسوالی راغستان ولایت بدخشان می گویند که بر کوچ در روستای خمبیل این ولسوالی یک خانه مسکونی و ساکنان آن را به خود برده است. منابع می گویند که این حادثه حوالی ساعت 12 ظهر امروز چهارشنبه 26 دلور رخ داده است. این در حالی است که 5 عضو این خانواده به شمول 2 زن زخمی و 1 کودک 6 ساله مفقود شده است. به گفته منابع هنگام وقوع برق کوچ تمام اعضای این خانواده در منزل حضور داشتند و 5 عضو این خانواده به کمک مردم محل از زیر آوار برق نجات داده شده و تلاش ها برای پیدا کردن کودک 6 ساله نیز ادامه دارد. آیت الله محسنی ولسوال طالبان برای ولسوالی راغستان وقایع حادثه را تایید کرده و میگوید که بسیاری از خانه های مسکونی در این ولسوالی در نقاط بلند و کنار تپه ها ساخته شده و در فصل بارندگی در معرض تخریب حوادث طبیعی قرار دارند. محسنی میگوید که در حادثه برق کوچ امروز مالک خانه به نام فیض الرحمن همراه با همسر، 1 دختر و 2 پسر زخمی شدند و 1 کودک 6 ساله ناپدید است. او میافزاید که وضعیت صحی زخمیان وخیم است، برای درمان به کلینیک روستای خمبیل منتقل شده و به گفته او در این حادثه اموال و دارایی و در از مواشی صاحب خانه از بین رفته است. این در حالی است که در پای برفباری های سنگین وقوع حادثات برق بود، از دو روز به این طرف 11 نفر در ولسوالی های مختلف بدخشان جان باختند و خسارات مالی نیز به مردم وارد کرده است. از توجهتان جهان سپاس. تا درود دیگر، بدرود. اوقات خوش داشته باشین.